کرده و نمی کند. پس شما خدمت گزارانش را فرا می خوانم. بقیه از تو خجالتی ترن. بیا بیا بنشین. سلام عزیزانم. مردم میگوین وقتی شما تنها هستید نباید مزاحمتون شوید. نه، شما مزاحم من نیستید. بنشینید بنشینید. به سن و سال شما که بودم همراه پدرم دو بود نبی به اینجا می آمدم. او بر این تخت سنگ می نشست و با صدای زیبایش آیات زبور رو تلاوت میکرد و همه کوه‌ها و پرندگان با او هم آواز میشدند. پرنده ها با شما هم صحبت میکنند؟ پرنده ها برادر، مردم آماده شدن. این پادشاه ماست که نزول اجلال می‌فرمایم. درود بر سلیمان نبی. درود بر سلیمان نبی. درود بر پسران داوود نبی. درود بر سلیمان نبی. خوش آمد جناب سلیمان. به دعای شما محصول از سالهای گذشته بیشتر شده. آیا پیامبر خدا برای شروع درو ما را دعا نمی‌فرماید؟ خداوند این روز را بسیار دوست دارد، روزی که در آن انسان‌ها کاشته‌های خود را برداشت می‌کنند و هر آن کس همان چیزی را درو می‌کند که کاشته است.
پروردگارا برکت رو بر این سرزمین افزون نما و ما را در مدار یکتا پرستی یاری فرما. حال به اذن الهی شروع میکنیم. سلام سرورم سلیمان. محبت کردید. میریم عزیزم، شما چرا اینجا آمدید؟ دلم آرام و قرار نگرفت. سالهای پر نعمت و برکتی. اینا همه از فضل پروردگار ماست. خورشید را برایم باز گردانید.
که سعی کردیم ملک مورد نظر خدا را در این سرزمین پیاده کنیم، طوری حکومت کنیم که او راضی باشد. از این چه صحنه‌ای است که سر راه من قرار می‌دهد؟ از من چه خواسته ای دارد؟ از ملک من مانند جسدی بیرون آمده است. در مقابل آن ملک تو در پایان دنیا، خداوندا من کجا و آن سلطنت متعالی تو کجا؟ سلیم، بارها تو را برای ایتاء محبت‌های خاص برگزیدیم. یادآور آن هنگام که بر علم پدرت داوود و تو افزودیم و بر بسیاری بندگان مؤمنمان فضیلتتان دادیم. آن زمان که کتاب و حکم و نبوت عطایت کردیم، به سویت وحی کردیم و به رسالت برگزیدیم. اما بدان که بسیاری از مردمت هدایت نیافته و از شیطان پیروی می کنند. پروردگارا، پس به من ملکیت و کن که تا پایان دنیا و بر پایان ملک عظیم به کسی عطا نخواهی فرمود که تو
بسیار بخشنده‌ای. کلیه سران قبایل و کاهنان کشور را خبر کنید تا هرچه سریع‌تر به اورشلیم بیایند. ما وارد ماجرایی بس عظیم می‌شویم. بسیار سخت. جناب یزاد، خوشحالیم که دوباره به دیدار عالم بزرگ اورشلیم نائل شدید. ما را نزد پادشاه همراهی میکنید جناب یزاد؟ خداوند متعال در صحنه ضعف ملکمان را به من نشان داد، پس از او تقاضا نمودم ملکم را رفعت دهد و اراده او بر این قرار گرفت. ملکتان را رفعت دهد؟ یعنی بهشت ایجاد کند، همچون بهشت پایان دنیا که سراسر نعمت است و کمال و تعالی انسانیت. بهشت موعود که بنی اسرائیل به خاطرش به این سرزمین آمد. ولی حالا وضع این است که میبینید تا زمانی که بدی و شرارت در این دنیا وجود دارد، آن بهشت الهی محقق نخواهد شد. برای رسیدن به آن باید از فتنه‌های مخوف عبور کرد. چه فتنه‌هایی جناب سلیمان؟ فتنه اجنه و شیاطین. از حرفای شما سر در نمی آوریم. چه اتفاقی می خواهد بیافتد؟ در زمان هبوط حضرت آدم، عوالم از یکدیگر جدا شدند. به زودی برخی از آنان دوباره به هم ملحق خواهند شد. اجنه و شیاطین که در دنیای خود به سر می برند، خشن و غلیظ شده و به ما نزدیک می شوند. نزدیک و نزدیکتر و در نهایت وارد دنیای ما می شود. آن بهشت الهی محقق نخواهد شد مگر در جنگی خونین دشمنان بشریت از میان بروند. این حرفا چیست؟ کدام ملک؟ کدام جنگ؟ ما را به سخره گرفته ای؟ کاملا جدی هستم. برای همین از دورترین نقاط کشور شما را به اینجا دعوت کردم. و از ما چه می خواهید؟ همراهی و کمک شما را در مهار این ماجرا. جناب سلیمان، شما چه دلیلی بر اظهارات خود دارید؟ کدام یک از ما بزرگار دین چنین تفسیری از تورات را تایید کرده ایم؟ من به شما گفتم که از خداوند تقاضا نمودم و او هم خواسته شما را پذیرفته. آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟ این چرفیست. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب میدانید که خداوند چه چیزهایی بر آنها نتافت. هیچ چیز نمیدانیم. آنچه به عنوان معجزات پیامبریشان نقل میشود، نزد ما علمای یهود هیچگاه ثابت نشد و هرگز دلیل محکمی بر رسالتشان ندیدیم. اما من میگویم همه این حرفها برای سرپوش گذاشتن روی ضعف حکومتتان است. شما خود را پادشاه مینامید، پس مسئولیت هر پیش آمد متوجه خود شماست. بهتر نبود به جای تظاهر به مردم دوستی در اداره امور کشور از ما کمک می گرفتید تا حال مجبور نباشید به این داستان پردازی های عجیب و غریب متوسل شوید و از ما انتظار داشته باشید قوایل خیش را برای یک جنگ موهوم بسیج کنیم؟ این شما نبودید که به پیروی از داوود هدایت بنی اسرائیل را از ما گرفتید؟ کتاب زبور او را حاکم کرده و کتاب‌های ما را از میان مردم طرد کردی. شما حتی تابوت عهد را در انحصار خیش نگه می‌دارید، در صورتی که ما علمای یهود وارثان شریعت موسی هستیم. از موی سفید و پریشان ما در مقابل جوانی خود شرم نمی‌کنی؟ هیچ یک از پیامبران الهی، نوح، ابراهیم، یوسف، موسی، چنین ادعایی نکردند. آن مردان خدا هیچگاه نگفتن میتوانند بهشت خدا را روی زمین برپا کنند یا بر علیه شیاطین نادیده لشکرکشی به راه بیندازند. آنها در کمال مظلومیت به پیشرفت دین و ترویج خداپرستی پرداختند و در این راه چه فداکاری ها که نکردند. آری درست میگویند. ما آن زمان هم به پدرش داوود
که کودک 9 ساله را جانشین خیش کرد اعتراض کردیم که حکومتداری تجربه میخواهد. تجربه! به شهرهای خیش بازگردید ای بزرگان بنی اسرائیل. عالی جناب، کجا می روید؟ بیایید راهی پیدا کنیم. شای پسر معارف، خاندان افرایم را فراموش کرده ای که طرفداری از سلیمان می کنی؟ به دیگر افسران نیز پیام ما را برسانید تا کی می خواهند علیه قبائل خیش قدم بردارند. باید زمام این امر را خود به دست بگیریم. شما عزیزان من به شهرهای مختلف رفته و پیام مرا به مردم ابلاغ کنید. برادر، قبایل به حرف بزرگانشان گوش می‌کنند، نه به حرف ما. چاره ای نیست. آیا مرا همراهی می‌کنید؟ با شما هستم تا آخرین نفس خیش. ما همه آماده اجرای فرامین پیامبر خدا هستیم تا آخرین نفس. اورشلیم، اوج فتنه اینجا خواهد بود. پس برادرم آفشونم، شما در پای تخت بمانید و از آن محافظت کنید. جناب یواب، شما به همراه پسرتان و نیروهایی که تحت امر دارید به زبولون بروید. بله سردارم. این خاندان در جنگ‌های پدرم همراه ما بودند، باشد که این بار هم ما را یاری کنند. جناب یشباون، شما از مناطق جنوبی کشور محافظت کنید. آدونیا، شما بریها در شرق بروید. احتمال می‌دهم اولین فتنه از آنجا آغاز شود. سردارم، اورشلیم را از نیروها خالی می‌کنید. از این کار گریزی نیست. همگی شما نیروهای همراه خود ببرید. در صورت بروز اغتشاش در حفظ نظم و امنیت به کار خواهند آمد. جناب یوآ، لشکر به راه انداخته ای؟ آمدم تا با همرزمان قدیمی دیدار کنم. ما را میپذیرید؟ خوش آمدید. ای مردم، ما در آستانه آزمایشی بزرگ قرار داریم. راه برای ورود اجنه و شیاطین به دنیای ما باز شده. تا به حال آنها میتوانستند انسانها را وسوسه کنند، اما از این پس بر ما مستقیما اثر میگذارند. آنچه بدی و ناپاکی است بر ما هجوم می‌آورد، بارها قوی‌تر و شدیدتر از آنچه تاکنون بشر تجربه کرده است. خطری بزرگ در کمین ماست که هوشیاری همه شما را طلب می‌کند. اما بدانید کید شیطان در مقابل ایمان آدمی کارگر نمی‌باشد. پس بیایید محکم باشیم و خود را برای خالق خیش خالص گردانیم. درهای رحمت پروردگار همیشه به روی بندگان خیش باز است. پس از شما می‌خواهیم که تقوا پیشه کنید، از فرمان رسول خدا اطاعت نمایید تا از گزند فتنه‌ها
و خطر شیاطین در امان باشید. تقوا و اطاعت از پیامبر خدا، این سلاح ماست، تنها سلاح. پس چرا نیامدند؟ 15 روز است که زنها و بچه های ما در التهاب پسر میبرند. از کجا به ما حمله میکنند؟ از دریا؟ از جنگل؟ یا از کوهستان؟ میگویند آنها همه جا هستند، همه جا. اجنه و شیاطین وجود ندارند، آنها در خیال و وهم شما پرورش مییابند، وگرنه به خودی خود جسمی ندارند. این شما هستید که با ارتکاب گناه آنها را در فکر خود پرورش میدهید. اصلا شیطان چیست؟ شیطان اعمال منفی شماست. شما قوم برگزیده اید، هیچگاه به انحراف نمی افتید. فقط از ما حاملان تورات پیروی کنید، نه کسی دیگر. این آخرین پرداخت منه. به قدر کافی به تو فرصت داده. جناب من، شما کمک کنید. برای وامی که 1 سال پیش گرفتم، مدام از من بهره طلب میکنه. این همانیست که شما زمانه دیگر توانی برایم باقی نمونده. نرخ بهره بر اساس رأی علمای یهود تنظیم شده است. تا به حال 2 برابر آن را از من ستاندند، ولی باز قرض من پابرجاست. من آیل و من دو گرفتارم. این انصاف نیست. آخرین چه حکمیست؟ چه شرعیست؟ چه خدا چون این دستوری داده؟ ساکت باش؟ تو از شریعت خدا چه میدانی؟ چرا بیتابی میکنی؟ اگه واقعا گرفتاری به جناب معیر میتوسته شد، اون بهره کمتری دریافت میکنه. ببینید، برادرم به خاطر سکه‌ای به من حمله کرده. ما که تا حال با هم اختلاف ما نشده بود، حالا مگر یک سکه چه ارزشی دارد؟ میبینید، از زمانی که این شهر به دست بنی اسرائیل فتح شد، همواره در آرامش بود. اما حالا شما وحشت را بر مردم حاکم کرده اید و آنان بی جهت با هم نزاع می کنند. بی جهت نیست جناب یوگی، دشمن به ما نزدیک شده و شیاطین بر ما اثر می گذارند. ای مردم، به خود بیایید، ما در آستانه خطریم. دروغ نگویید، خدعه نکنید، حق یتیمان و فرودستان را ادا کنید. نکند حسد ورزید یا به مال دیگری چشم دوزید. ربا نخورید، ربا نگیرید تا شیطان نتواند شما را لمس کند. بیایید به خدای مهربان پناه آوریم و به درگاهش توبه کنیم. ای جوان، دین و زندگی قبیله افرائیم در این شهر بر اساس کتاب خدا تنظیم می شود. قانون موساست، نه حرف اینان. حرف آخر، هر یک از شما که اعتراضی دارد قبیله خود را ترک کند و از این دیار برود. همین. این مردم سالیان درازی است که به این نوع زندگی خو گرفتند. چرا میخواهید همه چیز را به هم بزنید؟
قابل تحمل نیست؟ این التهاب مردم را به شورش کشانده. دیگر نمیتوانیم قبائل را اداره کنیم. همه به سوی سلیمان کشانده میشوند. او تابوت عهد و قوای سحرآمیزی در اختیار دارد. بازگشت شیاطین همه چیز را در اختیار او قرار خواهد. نه، بازگشت آنها به نفع ماست. آلا، چه کسی این جادوگر را به اینجا فراخوانده؟ من او را دعوت کردم. در این شرایط از زر وسیله‌ای باید بهره برد. گوش کنی، سوزه هایشان را نمی‌شنوی. بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشورگشایی کردند و افتخار آفریدند. نمرود، فرعون، چه تمدن‌های عظیمی به وجود آوردند. حال پس از چندین هزار سال به زمین باز خواهند گشت و قطعا خدمتگزاران خیش را فراموش نخواهند کرد. شما نیز اگر ثروت جهان را خواهد، اگر سروری بر تمامی ملل را می با آنها هم پیمان شدیم. ما عالمان یهود، مردم چه خواهند گفت؟ جناب یزار، از آن روز که سلیمان بر تخت سلطنت نشسته در انتظار درگیری جدی با او هستم. آنگاه که همچون پدرش به دروغ ادعای پیامبری کرد، ایمانم محکمتر و عزمم راسختر شده. اگر این موجودات بیایند، این جوان مغرور را در هم خواهند شکست. تقوا و اطاعت از سلیمان، آنچه خطرناک است اطاعت از سلیمان است و این باید نقطه شکست او گردد. وقتی کودکی بیش نبود، روزی میان صاحب کشتزاری و مردی که گوسفندانش شبانگاه زمین او را چریده و تباه کرده بودند منازعه ای شد. خداوند حکم آن را به سلیمان آورد. داوود گفت: دیدید او چه فضایلی دارد؟ اما مخالفان غوغا کردند که میخواهی کودکی را جانشین خیشتن کنی. پسرم با چشمان نافذ و تیزبینش به من مینگریست و من احساس میکردم که او خود را برای آینده‌ای سخت مهیا می‌کند. اکنون آن روز فرا رسیده است. میریام، من برای او می‌ترسم. مادر جان، خدا با ماست و ما را تنها نخواهد گذاشت. آل داوود تربیت یافته برای چنین روزی. من به پسرانم افتخار میکنم. امروز حالش چطور است؟ او را احساس میکنم، هر روز بیشتر از روز قبل. بعد از مدت ها خداوند ما را مشمول رحمت خود قرار داده. از همکنون به او حسادت میکنم. احساس میکنم وقتی بیاید تمام توجه شما را به خود جلب میکنم. روزگار سختی را میگذرانید. قبل از این هیچ پیامبری وارد چنین ماجرای خطرناکی نشده. آیا موفق می شویم؟ پروردگارا، مردم اورشلیم و شهرهای دیگر دوستدار شما هستند. اما از ایرادات کهن خویشم، آیا در کوران حوادث سرفراز خواهند شد؟ Thank you.
چه شده؟ نمیدانم. چه میکنی؟ خداوند پناه ماست. سلیمان گفت با دعا تو به درگاه او میتوانیم نجات یابیم. در این شرایط تیزی شمشیر به کار میآید. آنها از مردمان قبیله ما هستند. آبرو دارند. رهایشان کن. دیشب ندیدین چه گذشت؟ فقط مدتی از ایشان مراقبت میکنیم که اوضاع به صورت عادی برگرده. اینجا یک شهر نظامی نیست. جان زنها و بچه ها به خطر نیندازین. سربازان را از اینجا ببرید. وگرنه ما خود این کار را خواهیم کرد. جناب رئیس به من کمک کنید تا بتوانم نظم را برپا کنم. جناب سلیمان، گوسفندان اینان محصولات یک سال ما را از بین بردند. باشد برای بعد، فعلا مصالحه کنید. سوار شوید، سریع تر، عجله کنید. چه شده؟ یک بار به راه افتاد، گویا به اریها می رود. Thank you.
برادر آگاهی التهاب به اوج رسید تا آنکه چند نفر به مردم حمله کردن، حتی به نزدیکان خیش. بیشترشون را دستگیر کردیم. اینطور میتوانیم از هم مراقبت کنیم. هر لحظه ممکن است یک نفر تصدیل شد. جناب سلیمان، ما ترسیده این کمک ما کنیم. آخر اینجا بلایی بود که بر سر ما آمد. ای تنها معبود و همه چیز من، ای همه کس و کار من، ای همه امید و مأوای من، ای که بجز تو پناهی ندارم، ناله و فغان خود فقط به درگاه تو می آورم، تا تنها تو که خدای منی به نجاتم برخیزی. خدایا از کرم تو بدور است که مرا با این حال نزار و تن نحیف در چنگ دشمن خونخوار رها فرمایی، تا این چنین بر من بتازد و آبرویی را که تو بر من عطا فرمودی بر زمین ریزد. بار الها دلهای ما را دوباره به نور ایمانت استوار گردان، تا برای تو با دشمنان و شریران به جنگ برخیزیم و بر شیطان فائق آییم. این برادرتان بود که نمیگذاشت ما مردم را راهنمایی کنیم و آنان را بر ما میشوران. مسبب فاجعه‌ای که بر ما گذاشت مشخص است. هیچ کس نصایح ما را نپذیرفت، هیچ کس خطر را جدی نگرفت. این جوان حتی در معاملات بازار هم دخالت میکرد. معاملات بازار؟ مقصودشان رباس برادر. این قبیله هرگاه برای هزینه دارو یا مخارج زراعت وامانده به ما پناه آورده و ما مشکلاتشان را حل کرده ایم. نکبت ربا را چه میکنید؟ نمیدانید این زندگی ها آلوده به مال حرام گشت و شران دامن این مردم را میگیرد؟ مال حرام؟ چرا به کاهنان شهر تهمت میزنید؟ شما که خود عالم به کتاب آسمانی هستید، بزرگان شهر شاهدن که ما جز حقمان چیزی از مردم طلب نکردیم. کدام حق؟ کدام طلب؟ فاجعه‌ای بزرگتر از این که علی‌رغم تعالیم موسی چنین گناه وحشتناکی را میان بنی اسرائیل باب میکنید و راه صلاح و رستگاری را برای همیشه برای ایشان میبندید؟ چه گناهی جناب سلیمان؟ ربا نمک ثروت است، رضایت وام گیرندان را حلال می کند بر اساس نوشته های تورات و مکتوب الهی. آن کتابی که به میل خود تحریف کردید، کلماتش را جا به جا کرده به نفع خود تغییر دادید، که گفته ربا و خوردن مال مردم حق شماست. شرم نمی کنید؟ نمی دانید این ثروت های حرام آتشی خواهد شد که از درون همه شما را خواهد سوزاند. ما با چه زندگی کنیم؟ بگویید از گرسنگی آواره شده با گدایی آبروی علم عالم را میان مردم کوچه و بازار ببریم.
وای بر شما، وای بر شما که این علمندک وسیله طغیان شما شده. حالا میفهمم که چرا خداوند ملکم را به شکل جسدی بیرون نشانم داد. از جلوی چشمانم دور شوید که در شما هیچ خیری نمیبینم. فردا به دنبال کسی خواهم فرستاد که از شما بسیار عالم‌تر است، کسی که علمش موجب انحراف او نشد. کوها جا به جا شوند، او جا به جا نخواهد شد. دنیا بلرزد، او نخواهد لرزید. اکنون در دیگر شهرها وضع این چنین است. اگر دوباره جنون بر ما غلبه نماید، کسانی از شما که متابعت حق نمودند از فتنه در امان ماندند. از این پس نیز راه همان است. خدا نگهدارتان. شما همراه ما نمی آیید؟ چای. آصف ابن برخیا، سلیمان او را احضار کرده. کاری از دست او بر نمی آید. می گفتی تلسم مهلکی داری که سالها در حال تقویت آن هستی. منظورم چیست؟ تو خودت بهتر می دانی. سلیمان را بکش. نه، ممکن است به خود من برگردد. مرگ او ارزش این خطر را دارد. شارا استادم می گفت علم جادو از سحری فرعون به جا ماند که همراه کاروان موسی از دریا گذشت. این علوم نزد کاهنان مخفی و سینه به سینه گشت تا به نسل ما منتقل. او همیشه می گفت قوی ترین سر از با ارزش ترین قربانی است. دست به کار شو، دست به کار شو. چه شده؟ میریام
ادامه میدهیم. برادر شما به اورشلیم بروید، ما به شهرهای اطراف میرویم، به امید خدا ماجرا رو مهار میکنیم. شای با چند نفر همراهیشون کنیم. اطاعت. حرکت میکنیم به سوی ابرون. بلا خداوند به شما صبر داد جناب سلیمان. ما مردم اورشلیم هم درد شما هست. اینجا بمان. ساعت بده. تسلیت میگویم از دست دادن عزیزان که سخت و دردناک است. حال میبینی که گفته های من بیهوده نبود؟ اطرافیان و نزدیکان اولین تومه خطرند. دشمنان شما حتی به زنها و بچه های بیگناه هم رحم نمی کنند. از این پس خونهای بسیار ریخته خواهد شد.
چه خوب بود که پادشاه به این امر راضی نمی‌شد. از مقام و منصب دنیا کناره می‌گرفت، در گوشه‌ای به دین خیش می‌پرداخت و مسئولیت خطیر کشور را به ما. از دست دادن همسر و فرزند شما را به تجدید نظر با نمی‌دارد؟ حتما باید مادر، برادران و یارانتان به خون درغلتند تا خطر را درک کنید. چند نفر باید فدای جاه طلبی شما بشوند؟ چند نفر؟ بدن که هر شرری به ما برسد آن را با خیری پاسخ می‌دهیم. تو به نابودی آل داوود قد علم کرده ای و من به نجات و رستگاری خاندان تو. مرا فرا خواندید، فوراً آمدم. شما رو که میبینم یاد پدرم داوود میافتم. متاسفم، دلم برای میریام اون طفل معصوم میسوزد. از دنیای ما جفایش به من رسید. آنان وارد رحمت خدا شدند، در اون انوار محبت او. از این صخره مقدس راه نجاتی باز خواهد شد. در همین جاست که پیامبر آخر الزمان پیشا پیش تمامی پیامبران نماز گزارده و به معراج می روند. همین جاست که در زمان آخرین منجی از نسل ایشان پس از جنگ های نهایی ابلیس رو گردن می زنند. پس ملکوت خداوند بر زمین نورافشانی خواهد کرد. جناب سلیمان، پیک ها خبر آوردن مردم شهرهای بیت ایگاه به راه حارس و تل رفیدیم توانستن بر فشار شیاطین غلبه کنند. جناب یشبعام و حزقیل سخت درگیرند. آدونیا پس از آرام کردن هبرون به سمت اینوفاره سری کرد. باید خود رو به زبولون برسانیم. به خاطر داری؟ این اولین زرهی بود که توسط پدرت داوود بافته شد. شای سرورم، شما نزد برادرم بمانید. اطاعت سرورم. ابشالوم، اورشلیم را به شما می سپارم و مادر را.
مردم را به صفه و صخره مقدس بخوانید. بگویید زنها و بچه ها را پناه دهند. اطاعت. فکر نمی کردیم کار به اینجا هم برسد. بالاخره تکلیف ما چه خواهد؟ جناب یازار ادامه این جناب یازار چه باید کرد؟ گوش کنید، اکنون سلیمان عازم دورتری نقطه کشور است. این همان فرصت طلایی است که انتظارش را می کشیدیم. باید قبل از بازگشت سلیمان کار را یکسره کنیم. شهر هبرون به دست طرفداران ما افتاده. در مدخل شهر به چنگ ما افتاده. حرکت میکنیم. خوبی؟ خوبم. برویم یاران، سریعتر برویم. دانیال، thank you.
برای خدا و پیامبرش. برای خدا و پیامبرش. Yeah.
جناب آشر، چرا؟ به خود بیا، از شر شیاطین به خداوند پناه ببر. من ناپاکم، دیگر امیدی به من نیست. نمیتوانم. تو میتوانی، به خدا پناه بیاور. بلدی رو از خود دور کن، از محبت خدا غافل نشو، خدا را صدا بزن، خدا را صدا بزن، تو میتوانی، خدا را صدا بزن. نمیتوانم. آدمیا برادرم، سران قبایل و نظامیانشون به سمت اورشلیم حرکت کردن. اورشلیم، آن هم در شهر داوود نبی، که مردم با صوت روحانگیز و آیات دلنشین زبورش زندگی می کنند. جناب آصف، از چه رو طرفداری این خاندان غاصب را می کنید؟ اگر مرا به عنوان عالم ترین قبول کردید، بدانید که این علم ودیه ای گرانبهاست در دستان من. با آن پیامبر خدا را بشناسید و تسلیم شوید. اگر چنین نباشد، علم نیست، زلالت است. ای مردم، با پیامبر خدا نجنگید، این گناهی نابخشودنی است. بر حذر باشید که زمان موسی نشود، که چون بازگشت او از کوه طور به تأخیر افتاد، با فریب سامری بر هارون شوریدند و گوساله پرست شد. جناب آصف راست میگویند، من شهادت میدهم که سلیمان پیامبر خداست. برگرد، برگرد، اسحاق، اسحاق. و این هم برادرش آبشالوم است، فرزند داوود نبی. آبشالوم، 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 آبشالوم. ای مردم، بدانید که تمام قبایل با من پیمان بستند،
اگر تسلیم نشوید هیچ کدامتان زنده نخواهید ماند. آصف راست میگوید. پریشانی؟ بزرگترین سلاح در اختیار توست. خدایا مردمم را از فتنه ی فتنگران نجات بده. ای افسران و سربازان فریب خورده، من بزرگ لویان و نگهبان شریعت یهودم. حلال و حرام دینتان را من تعیین می کنم. من شما را به کتاب خدا فرا می خوانم. به این تورات دستور خداوند است، مکتوب الهی است که بر موسی نازل شده است. هنوز هم با دین خدا می جنگید؟ ما با تورات نمی جنگیم. حمله! بشنا بگیرید! این بار با شیاطینی از انسان مواجهیم. هرچه سریع تر باید خود را به اورشلیم برسیم. اما سرورم، همه افراد خستن، بسپان نیازمند اترا. تا فردا صبح استراحت بدهید. تا آنجا چند روز راه هست. تا صبح. حال غلبه بر ماست. فاصله ها زیاد است. بدنم ضعیف و توانم اندک. خدایا چه کنم؟ پروردگارا دستم را بگیر. سلیمان پروردگارا، سلیمان ای بنده خوب ما، ما باد را مسخر تو قرار دادیم، از آن استفاده کن تا به امر تو هر کجا که می‌خواهی تو را ببرد. باید آنها را به هم بست کنیم.
بکشید. سوار میشم این سریتر دوستان سریتر الهی به امید تو
ولی باز ایمان نمی آورند. گناه و لجاجت چشمانشان را تیره کرده و قلبهایشان را تاریک. عزم آن دارند که ریشه خدا پرستی را از زمین براندازند. خدایا ما را از مرگ در راه تو باکی نیست، اما می ترسیم که این فتنگران ملکت را به فساد کشانند، که تو این را نمی پسندی. پروردگارا یک بار دیگر رحمت فرما و ما را نصرت عنایت کن، که تو بهترین نصرت کنندگانی. مادی شدن اجنه و شیاطین آماده باش، که ما به تو تسخیرشان را عطا کردیم و این توان پیوسته در انگشترت همراه توست.
شیطان منشأ تمامی شرارت ها و مهنت های انسان است. اوست که باعث جدایی میان ما شده. آیا وقت بیداری و توبه فرا نرسیده؟ وای وای بر ما! بدانید که به فرمان من از این پس در سرزمین ما اجنه و شیاطین دچار رخوت خواهند شد. لذا از این موجودات پست و حقیر نترسید، با رشادت بروید و همه را به بند کشید. سپاس خدایی را سزاست که بناه ما بی بناهان است، که اجنه و شیاطین را به انقیاد ما در آورد. اما بدانید که در پایان دنیا این موجودات به زمین باز خواهند گشت و باز فساد و خونریزی جهان را فرا می گیرد. سالهان به استغاثه فریاد برآورده تا خداوند یک بار دیگر دست قدرت خود برافرازد و نور پرفروغ ایلیا را بر ما نازل فرماید، تا همان گونه که اقوام عصیانگر پیشین را بشکست، تمامی شیاطین و شریران را نابود کند. کسی می آید که دریای رحمت است، منجی بشر است، پس سالهان وارث زمین خواهند شد و بهشتی برپا می کنند که در آن انسانیت به اوج شکوفایی خود می رسد. پس خدایا توفیق من عطا کن به اعمال صالح، تا آنطور که تو دوست داری برای آن زمان خود را آماده سازیم، تا همه ما عبد تو باشیم، مطیع تو باشیم، برای تو باشیم و به سوی تو باشیم.